دوستان عزیز، با آقای عباس سعیدی هستیم از واشنگتن. سلام میکنم خدمتشون، میکروفون رو در اختیارشون میذارم. آقا شما باید یک کمی با ما مهربونتر باشی، جواب ایمیل های ما رو سر موقع بدی، یا دیگه چاره ای نیست به غیر از این که با همین عکسی که نصف صفحه پر نمیکنه بریم. این شما آقای سعیدی و این هم دوستان بیننده و شنونده در سر تا سر جهان. بفرمایید. با سلام به شما آقای سوربی، با عذرخواهی از این که صدام اینطور گرفته و نمیدونم الان صدا خوب هستش. من تلفن رو صدا عالیه، اگه یکم دیگه بهتر از این بشه من مجبور میشم بیام باهاتون بریم سرمایه گذاری کنیم، خوانندگی کنیم. صدای آقای شهرام کی رو داشتم دیروز گوش میدادم، دیدم این بنده خدا اولا وضعش خیلی خرابه، بعد میگم ما چون صدامون باز نمیشه قبل از برنامه چند تا آبجو میخوریم، بعدش هم یه چایی با کنیاک میخوریم. گفتم والا درست، ایشون برعکس همه میگه، همه آب گرم میخورن، همه میگن شکممون خالی باشه که مثل تنبک صدا از توش خوب در بیاد. خلاصه خدا رحم کنه به این شهرام کی که گویا میگن پدر خواندش هم آقای محمود قربانی. نه، صدای شما خوبه و بفرمایید. عرض کنم به خدمتتون که آقای سوربی عزیز و عزیز، من تا اونجایی که به خاطر میارم نیست که شما اشاره کردید که میخواهید راجع به جنبش چپ بدونید. تو برنامه قبلی من تکرار برنامه رو که میشنیدم، بله من بارها گفتم متاسفانه در زمان شاه هر کسی که یه ایرادی میگرفت بهش میگفتن این کمونیسته، بعد که میخواستن خیلی احترام بذارن میگفتن چپه، چپ و کمونیست و اینها رو قاطی کردن. ما اصلا نمیفهمیم یعنی چپ، چپ معنیش چیه، کمونیست یعنی چی، مارکسیسم یعنی چی. خود من تا قبل از آشنایی با شما نمیدونستم ماتریالیسم یعنی چی. با توضیحاتی که شما دادید و رفتید خوندم یه مقداری یاد گرفتم. فکر میکنم ما اگر این اسمهای مختلف رو بشناسیم، اگر همین از چپ شروع کنیم، آقا همه چپ ها کمونیست هم؟ شما دنبال برنامه دست شما، شما صحبت کن. امروز تا یک ساعت هم بخوای حرف بزنی، تا قبل از ساعت 4 که برنامه آقای حسن ارشاد هست من میخوام یاد بگیرم اینا رو. بفرمایید. باشه چشم، تا اونجایی که به عقل ناقص من خطور میکنه خدمتتون عرض میکنم. ضمناً این نهایت متاسفم به خاطر صدایی که ممکنه که به گوش برسه گاهی اوقات، چون توی ساختمان یه تعمیراتی داره انجام میشه. امیدوارم این صدا مزاحمت زیادی ایجاد نکنه. مسئله نیست، بفهم. عرض کنم بسیاری نکته مهمی آقای سوربی، چون هنوز این سوء تفاهم یا برداشت های غلط در بین خیلی ها وجود داره. من خواهش میکنم هم اونهایی که اطلاعاتی در این زمینه دارند و هم اونهایی که میخوان اطلاعات بیشتری داشته باشند به دقت برای زمان توجه بکنند، مخصوصا اونهایی که اندیشه های چپی دارند، حالا به اشکال مختلف هست، خیلی طیف متاسفانه گسترده ای هم پیدا کرده. ببینید روند تحولات در اروپا در قرون وسطا و دوران انقلاب صنعتی در طول چند قرن به اصطلاح این بوده که یک طبقه سرمایه‌داری در اروپا به وجود اومده بود و این طبقه سرمایه‌دار با توجه به این که دولت‌های اروپایی به اصطلاح مصلحت خودشون رو در این می‌دیدن که این سرمایه‌دارها رو با میدان بهشون بدن، بدون هیچ رقیبی ترک‌تازی می‌کردن تو اروپا. این ترک‌تازی درسته یا ترک‌تازی؟ ترک‌تازی درسته به نظر من، چون می‌دونید که ترک اسب بعضی از سوارکارهای به اصطلاح وارد و آگاهی روی ترک اسب عملیات انجام میدن، خواهیات از روز دین میرن روی ترک فقط سواری میکنن. بله بله. ترک تازی معنی نداره، چون تاختن الزاماً به ترک ها چیز نیست، منحصر نمیشه. همه ملت ها، اعراب هم سوارکارهای خوبی بودن،
ایرانی هم غلط مصطلح بوده که ما یاد گرفتیم تورتازی. بله بفهم. این یه اشتباه به نظر من چیزه، بعضی ها میکنن این اشتباه. برحال این ترکتازی سرمایه‌داری در اروپا واقعا تسمه از گرده مردم اروپا کشیده بود در طول چند قرن. سوسیالیسم در عنوان انقلاب فرانسه یک به اصطلاح جنبش فکری بود در بین روشنفکرهای اروپایی که در واقع عکس العملی در راجع به این ترکتازی سرمایه‌داری بود. مردم اروپا در عرض کردن در طول چندین قرن کار میکردن، بعد ازشون استعمار میشدن، معذرت میخوام، استثمار میشدن توسط سرمایه داری و با درآمد بسیار ناچیزی به اصطلاح زندگی خیلی عادی سطح پایینی هم داشتن. واقعا این رفاهی که امروز در اروپا وجود داره نتیجه اون تلاش و به اصطلاح محرومیتی که ملت‌های اروپایی در طول چند قرن تحمل کردند. به هر حال وقتی اولین حرکت‌ها بر علیه این قضیه به اصطلاح استثماری توسط سوسیالیست‌ها مطرح شد، سوسیالیست‌های سوسیالیسم اصولاً یک اندیشه اقتصادیه، یه آرمان اقتصادی برای جامعه است، فقط همین که مطرح می‌کنه که باید بشریت یک حاشیه امنیتی از نظر اقتصادی داشته باشه تا بتونه رشد بکنه. بسیار اندیشه بالاییه. این جنبش سوسیالیستی در اروپا در زمانی که مارکس نظریه های خودش رو مطرح کرد دچار یک اصطلاح حرکت انحرافی شد به نام مارکسیسم. حالا چرا میگم انحرافی؟ مارکس یک شخصیتی بود، یک به اصطلاح فیلسوفی بود که در اون در زمان خودش آمد و کشف بزرگی رو انجام داد. البته این کشف که خواهم گفت این کشف چی بود متکی بود به یک کار عظیم علمی از اصطلاح فلاسفه اروپا، همینطور دانشمندان تئوریسین ها که در قبل از مارکس انجام شده بود و مارکس بخش نهایی اون رو انجام داد و موفق شد کشف بزرگ خودش رو انجام بده. اون کشف اسمش رو گذاشتش ماتریالیزم دیالکتیک و گفت بر اساس این ماتریالیزم دیالکتیک که یک به اصطلاح فلسفه‌ای هستش، یک قانونمندی هست که بر جهان هستی حاکمه، این جهان و همه تحولات به اصطلاح عناصر درونی اون، همه پدیده‌های این جهان در اثر یک تضاد و حرکت درونی خودشون دچار تحول و دگرگونی میشن. خب خیلی ها به غلط این رو میگن ماتریالیسم دیالکتیک رو مارکس وضع کرد، در حالی که ابدا اینطور نیست. این یک قانونمندی بود ناظر بر جهان هستی که از ابتدای به وجود آمدن این جهان کار میکرده، امروز هم کار میکنه، در آینده هم کار خواهد کرد و مارکس فقط موفق شد که با پشتوانه علمی که در پشت سر خودش داشت و هزاران نفر عرض کردن در اون نقش داشتن، این جهان بینی رو بهش پی ببره و اونو نامگذاری بکنه. کار بزرگ مارکس در رابطه با سرمایه داری بود که تونست تحلیل درست و دقیقی از عملکرد سرمایه داری و سرمایه دارها بده و بعد نهایتاً پیشبینی کنه که امپریالیست ها یا بزرگ سرمایه داران به وجود خواهند اومد و این
تحلیلی که از عملکرد سرمایه داری مارکس داده، که البته من اینو عرض بکنم دوستان، من ابدا ادعایی ندارم، کتاب‌های مارکس رو بسیاریش رو نخوندم و اون چه که دارم عرض میکنم به اصطلاح برداشت نهایی من بعد از 40 سال به اصطلاح تحقیق و خوندن بعضی از مطالب و به اصطلاح ندر سطح بسیار زیاد هستش. و به همین دلیل خواهش میکنم باورمندان به چپ حتما چنانچه نظری دارند، انتقادی دارند، بفرمایند. من خوشحال میشم که بیشتر بدونم. اجازه بدین در همین رابطه به دوستان بگم، چون شما لطف کردید و اطلاعات خودتون یعنی ایمیلتون، شماره تلفنتون رو گذاشتید. نه من شماره تلفن رو هنوز ندادم، قرار شد که بعدن یه به اصطلاح گوگل وایس بگیرم. آها خب، پس از طریق ایمیل دوستان لطف کنید با آقای سعیدی تماس بگیرید تا بعد اگر تلفنی بخوام بذارن یا حتی فیسبوکی بخوام بذارن باز بیشتر باهاشون در تماس بشن. بفهم. هستید شما آقای سعیدی؟ الو؟ بذارید من دوباره با ایشون تماس بگیرم. Your call has been forwarded to an خب مثل که امیدوارم تلفن ایشون چارجش تموم نشده باشه، چون یکی از مشکلاتی که ما داریم این دوستان با تلفن همراه تماس میگیرن گاهی وقتا یادشون میره و به این صورته. تلفن شما اگه باش کار نکنی ممکنه 3 روز چارجش تموم نشه، ولی وقتی ازش استفاده میکنید، بذارید من تصویر خودم رو بیارم به جای ایشون، بله وقتی ازش استفاده میکنید شما میبینید که در عرض نیم ساعت یه ساعت چارجش تموم میشه. به همین خاطر هست که همین شرکت‌های سازنده چپ و راست چارجرهای مختلف ساختن و میفروشن و میتونن همین الان برای شما باتری‌های درست کنن که نمیخوام بگم 6 ماه 1 سال، ولی نمیکنن، چون میدونن اگه این کارو بکنن کار فردای خودشون یا جاب سکیوریتی خودشون از بین بردن. در رابطه با اینکه دوستان بعضی وقتا یادشون میره چارج کنن و فکر میکنن که ای بابا تلفن من 3 روز چارج نگه میداره. سالها پیش من جوان بودم ولی خب گواهینامه داشتم، رانندگی میکردم، یکی از فامیلامون که به قید قرعه ماشین برنده شده بود و باز خدا پدرش بیامرزه، خودش میدونست که با وجودی که از من مسن‌تره ولی تجربه رانندگی آنچنانی نداره که زن و بچه رو سوار کنه از شیراز بره تهران و به قول معروف اگه این کارو میکرد ممکن بود جنازه تحویل چی میگن آمبولانس‌های وسط بیابون بده. به من گفت که ما میخوایم بریم تهران و اگه شما هم میخوای بیای با همسرت بریم، مثلا شما رانندگی کن ماشین من و اینها. گفتیم باشه. من یادمه صبح که حرکت کردیم، خب توی ایران رسم بود میگفتند که باک، چه نمیدونم چرا اصلا به تانک بنزین ما میگفتیم باک بنزین، اینا رو نمیدونم کلمه از کجا آمده. در صورت میگفتند هر ماشینی ظرفیتش برای 400 کیلومتره و میگفتن مثلا به پیکان هر 100 کیلومتری 12 لیتر مصرف میکنه، به همین خاطر باک بنزینش یا تانک بنزینش یا مخزن بنزینش 50 لیتر میگیره برای 4 تا 12 تا 400 یه همین چیزی. خلاصه ما وقتی آمدیم نزدیکای آباده رد شدیم به اصفهان که رسیدیم، گفتم حالا دیگه یه جایی هم وایسیم بنزین بزنیم. گفت آقا من این ماشین بنزین دیشب زدم که صبح که میخواییم چی باشه پر آماده. گفتم خب میدونم، صبحم که من نشستم دیدم که پر بود. بعد گفت آقا من توی این ماشین دو هفته بنزین نمیزنم. گفتم عزیز من تو دو هفته ممکنه 20 کیلومترم نمیری، اونم تو شیراز، از خونت میری بازار، از بازار میای خونت.
یا از خونت میری سر کار، از سر کار میای اینجا. خلاصه گفتم شما الان در عرض 5 6 ساعت مثلا 400 کیلومتر اومدین و دیگه باید بنزین بزنید. چی شد آقا؟ چارج بنزین چارج تلفن تموم شده بود؟ بله، مشکل بعد تلفن من ایجاد شد. بعد که برنامه رو می‌بینی من تعریف کردم. الان تمام جایی که من می‌بینم تلویزیون قطع روی اینترنت. اینو باید یا ریسیت بزنی، چه بهتر اگه قطع تو اون قسمت شما اقلن صحبتمون پخش میشه، ولی من اینجا دارم میبینم ما وسط برنامه‌مون قطع شد. وقتی دوباره وصل میشه بهتون گفتم شما باید دوباره ریفرش کنید و موقع کردم پیج رو ریفرش کردم، ولی کردین نشده بهتر داره. بهتر اینجوری برنامه‌مون صدایی هم پشتش نیست. شما این برنامه رو هم در قسمت چیز می‌بینی، هم روی فیسبوک دوستان دارن می‌بینن. الان نگران اون قسمتش نباش. خب شما بگو، به من گفتی که کتابا رو مطالعه نکردی، همش رو داشتی راجع به مارکسیسم می‌گفتی. پس اصل این کلمه مارکسیسم از کلمه از اسم مارکس اومده دیگه، نه؟ به خاطر همون این اسمی بوده که اون درست کرده شروع شده. نه میگم این کلمه مارکسیسم که ما میگیم از کلمه کار مارکس، مارکس اومده، از اسم بله اومده. همین کاملا درسته. داشتم عرض میکردم که آقای مارکس ضمن کشف بزرگ خودش یعنی ماتریالیسم دیالکتیک که بشریت رو از این قضیه جهانبینی مذهبی که تنها جهانبینی بشریت بود نجات داد و یک جهانبینی علمی به بشریت داد. علاوه بر این کارش، کشف بزرگش، ایشون تحلیل بسیار دقیقی راجع به پدیده سرمایه‌داری و عملکرد سرمایه‌داری جهانی داشته که هنوزم حرف آخر رو میزنه و هنوزم قابل استناده کار بزرگ ایشون. منتها ایشون به خاطر همین قضیه و به خاطر این که خیلی محبوب شد و ضمناً خودش هم آدم تندرویی بود، در انقلاب فرانسه مشارکت داشت، میرفت به فرانسه و اونجا به انقلابیون ملحق میشد و به هر حال یه آدمی بود. اصل خودش آلمانی بود نبود؟ نه، اصل خودش آلمانی بود. بله بله، ایشون آلمانی بودند. خب ایشون هم مثل آقای بختیار میرفته با ارتش فرانسه میجنگید، با ارتش فرانسه جنگ میکرده بر علیه بله با انقلابیون، هشت و نشری داشت، ارتباط داشت و در واقع ایشون در اون به اصطلاح تفکرات خودش و تحلیل سرمایه داری نهایتاً یک تئوری شخصی رو مطرح میکنه، یعنی یک مسئله به اصطلاح نتیجه گیری شخصی رو اضافه میکنه به این دو کار بزرگ خودش و اون رو به اصطلاح نامگذاری میکنه به نام ماتریالیسم تاریخی. یعنی چی؟ ایشون میگه که همونطور که پدیده ها در اثر تضاد و حرکت در درون خودشون یا انعکاس به اصطلاح تضاد با محیط بیرونیشون دچار دگرگونی تحول میشن، جوامع انسانی هم به همون دلیل دچار دگرگونی میشن. یعنی این جهان بینی ماتریالیسم دیالکتیک، این معذرت میخوام فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک، همه چیز رو دگرگون میکنه در این دنیا، از جمله جوامع انسانی رو، و نتیجه گیری میکنه که بر اساس ماتریالیسم تاریخی که ایشون مطرح میکنه، که اینجا دیگه اندیشه خود مارکس، اینجا کشفی نیست، ایشون داره خودش اندیشه میکنه، میگه که بر اساس ماتریالیسم تاریخی جوامع بشری هم دچار تحول شدن. مثلا بردهداری بوده، انقلاب اجتماعی شده بر علیه بردهداری و انسان به واسطه اون انقلاب اجتماعی که یکی از دلایلش هم البته مناسبات تولیدی بوده، ولی عامل فشار طبقات محروم باعث شده که بردهداری از بین بره و فئودالیسم به وجود بیاد. بعد از دوباره این اتفاق تکرار شده و فئودالیسم از بین رفته و سرمایه‌داری جاشو گرفته، یعنی سرمایه‌دارها فئودالیسم رو به اصطلاح ناچار به کس کردن، انعطاف کردن یا به اصطلاح عرصه رو از اونها گرفتن.
تفکر مارکس، این تئوری مارکس یعنی ماتریالیزم تاریخی، بعدن ایشون نتیجه میگیره که بله فرد در آینده هم طبقه کارگر خواهد اومد، سرمایه‌داری رو کنار خواهد زد و به اصطلاح نظام کمونیستی رو شکل خواهد داد به مرور زمان، یعنی اون مدینه فاضله مارکس بعد از انقلاب کارگری جامعه کمونیستیه، که کلمه کمونیست از اون کمونهای اولیه گرفته شده که ابناء بشر در زندگی اشتراکی داشتند، قبیله قبیله، کوچیک کوچیک، این گله گله، اینجا و اونجا دوره هم جمع شده بودند تو غارها و توی جنگلها و فلان اینها، و مالکیتی درشون مطرح نبود، هر چی که داشتند به طور اشتراکی استفاده میکردند، هر چقدر هر شخص نیاز داشت از اون چیزی که موجود بود بهره برداری میکرد. و کمونیسم از اون الهام میگیره، میگه که در جامعه انسان ها، و مارکس میگه، میگه یه انسان به اندازه توانش باید کار بکنه در جامعه و به اندازه نیازش باید دریافت کنه، یعنی نومده که شما یه دکتری یا یه کارگر، اگر یه کارگری با مثلا 8 تا بچه حتما باید درآمدت از یه دکتر بیشتر باشه، چون بچه داری، مسئولیت راجع به رشد اونا داری و اونا رو باید به عرصه برسونی. بنابراین کمونیسم اساسش اون جامعه ایدئال کمونیستی که مارکس توی ذهنش تصور میکنه، در اون جامعه واقعا یه مدینه فاضله است که میگه حتی در اونجا دولت هم نقش مهمی نداره، اینقدر مردم فرهیخته و اندیشمند و سیویلایزد هستن که دولت هم کمترین نقشو داره و میتونه اصلا نباشه. بنابراین خود اندیشه به شدت مردم به اصطلاح در عذاب از سرمایه‌داری چند قرن گذشته رو به هیجان آورد. بسیاری از چپ‌ها، یعنی اونایی که سوسیالیست بودند، یعنی اون جنبش فکری سوسیالیستی اونا رو جذب کرده بود، یک باره شدن مارکسیست با این آرزو که بله مارکس پیشبینیش درسته، انقلاب کارگری خواهد شد، سرمایه‌داری رو از بین خواهیم برد، از این نتیجه گیری ها. و یه جنبش مارکسیستی در اروپا شکل گرفت که تندروترین چپ ها یا سوسیالیست های اون زمان رفتند و این جنبش رو به اصطلاح بهش پیوستند شد، و کار به جایی کشید که این تندروها در تحلیل هایی که می دادند، حالا من میگم اطلاعاتم راجع به گفته های مارکس محدوده، ولی با همه اونهایی که سالها تلاش کردند و همه به اصطلاح همین دوست عزیزمون که با جنابالی هم برنامه داشتند که کتاب های مارکسیستی رو ترجمه کردند، با بسیاری از دوستان دیگه که من صحبت کردم راجع به این موضوع که خواهم گفت، خوشبختانه تأیید اونها منو تشویق کرد که بیشتر و بیشتر روی این مسئله کار کنم و من مورد تایید خودشون قرار دادم. به نظر من حتی کار به جایی کشید که این تندروهای مارکسیست در بحثی وقتی استناد می‌کردند به آنچه که از مارکس شنیدند و آنچه که خودشون استنباط کرده بودند، وقتی به اونها به اصطلاح اشاره می‌کردند، کار رو به جایی میرسونند که توی بحثی مارکس میگه که من آقایون اصلا منو ول کنید، من مارکسیست نیستم. ولی تندرویی اونها مارکس رو هم به اصطلاح چیز میکنه، وادار به عکس العمل میکنه که میگه اصلا شما چی میگید، من مارکسیست نیستم، یعنی شما دارید زیاد تند میرید. حالا این تندروی در اون بحث ها در چه زمینه بوده به برنامه امروز نمیخوره، خود دوستان میتونن برن تحقیق کنن. در هر حال منظور اینه که این ماتریالیزم تاریخی مارکس باعث شد یه جنبشی رو شکل داد که این جنبش نام گرفت به نام مارکسیسم، جنبشی که مدینه فاضلش جامعه کمونیستیه، معتقده که طبقه کارگر با از بین بردن سرمایه داری نظم نوین رو به وجود خواهد آورد و نهایتاً جامعه بشری خواهد رسید به کمونیسم ایدئال. تا اینجای قضیه سوالی نیست آقای
نه دارم یاد میگیرم. بسیار ممنون. بر حالا چرا من میگم انحرافی که مارکس به وجود آورد، چرا به ماتریالیسم تاریخی من اعتراض دارم؟ اینجا دیگه اندیشه خود بنده است. هستید شما؟ آقای سعیدی متاسفانه باز هم ارتباط برقرار شد. باید به ایشون بگیم که یه سیستم بهتری چیز خیلی راحته، اسکایپ از اینترنتتون استفاده میکنه، تلفنتون آزاده اون موقع. و نمیدونم دوستان بعض وقتا این آمریکایی‌ها میگن هزیتیشن یا هزیتیت، یعنی یه کمی بفرمایید سوربی هست. بله داشتم به دوستان میگفتم نمیدونم چرا این دوستان از اسکایپ استفاده نمی‌کنن که هیچ کاری به تلفن و خط تلفن و اینها نداره. دوستان ایرانی یه هزیتیشنی هست داخلشون برای استفاده از بعضی چیزا. اول خیلی مقاومت میکنن که استفاده نکنن، وقتی هم شروع کردن استفاده کردن از همه بیشتر استفاده میکنن. درصد به گوش هستیم، بفرمایید. هنوز جواب من رو ندادید که آیا لزوماً هر کسی کمونیست بود چپه یا هر چپی کمونیسته، یا این رو به ما غلط یاد دادن. بله یا بد نیست که اون برنامه های قبلی رو هم من ریفرنس هاشو بدم که دوستان اگر مایل بودن اون نظرشون رو راجع به اون برنامه ها هم بگن. اگر تاریخ روزاشون رو بگید خیلی چیز خوبیه، چون آرشیو ما بر اساس روز ترتیب بعد. روز هست، میتونید نگاه کنید. این اول سوال شما رو جواب میدم بعد اون مطلب رو میگم. بفهم. ببینید آقای سوربی، این جنبش چپ من دارم تاریخچه‌شو میگم که شما همه رو بدونید، نه اینکه به اصطلاح فقط به این سوال شما جواب داده باشم، بلکه یک تاریخچه و هیستوری راجع به این قضیه رو دارم میگم که شما کل تصویر رو ببینید. پس اول جنبش سوسیالیستی به وجود اومده، بعد بر اساس نظریه ها و گفته های مارکس و کشف بزرگ مارکس جنبش به اصطلاح کمونیستی به وجود اومده و مارکسیستی، بعد به واسطه جنبش کمونیستی و مارکسیستی که در اروپا به وجود میاد و بعد از جنگ جهانی اول که اتحاد جماهیر شوروی به وجود میاد، در اونجا این مارکسیست تبدیل میشه به مارکسیسم لنینیست که اون شوروی ها میان و نظریه اردوگاه سوسیالیسم رو مطرح میکنند و اصلا این رسالت رو برای خودشون قائل میشن که جهان رو تبدیل بکنن به جهانی به اصطلاح مارکسیست لنینیستی، و اون واژه لنین هم اضافه میکنن به مارکسیسم شوروی ها که این مسئله رو به عنوان یه تئوری مال خود بکنن، یه هویتی به خودشون بدن. پس تا همه اینها کلن میگن چپ، همه اون چیزی که مثلا فرض کنید اون چپهای چینی هم ما داریم، لنین به اصطلاح در چین هم ماو یه انقلابی رو به وجود میاره و چپهای چینی داریم ما در جاهای مختلف دنیا، حتی به نام فیدل کاسترو هم یه عده ایست گذاشتن پشت نظری که فیدل کاسترو خودشون فیدلیست میدونن و الی آخر. همه اینها به طور کلی میشه جنبش چپ. پس نتیجه همینی که اینا میخوان همه دنیا یکی باشن، حتی خودشون هم نتونستن یکی باشن. بله دیگه، ببینید این شیفتگی انسانها راجع به یه اندیشه نو بسیاری از انسانها رو جذب اون اندیشه میکنه، و چون انسانها دانسته های محدودی دارن هر کدومشون به یک سو کشیده میشن. خود این که همون نارسیسیسم میشه دیگه، خودشیفتگی. برای اینکه هویت انسان به دنبال یه آرمان خواهی، اولا خود چون میدونید این جنبش چپ
یک جنبش بسیار با ارزش و میتونه مفید برای جامعه بشری باشه که تا به حال هم دستاوردهای قابل توجه و شگرفی داشته و دنیا رو دچار تحول کرده. حالا به اونجا میرسم که بگم که این جنبش چپ چه کار بزرگ و سترگی انجام داده تو دنیا. بذارید این موضوع بسیار مهم آقای سوربیس، من امیدوارم بتونم تمرکز خودم رو حفظ بکنم و به اصطلاح این مطلب رو به طور کامل بگم، این هیستوری رو که شما راجع به این جنبش چپ آگاهیتون به اصطلاح بیشتر بشه. اون برنامه هایی که من داشتم رو اول تاریخاشو میگم، من برنامه هایی که با آقای سوربی در برنامه آقای سوربی داشتم به ترتیب بوده در 28 دسامبر سال 2015، در 4 می مدت کوتاه 10 دقیقه در خدمت شما بودم، در 6 می همینطور نزدیک یک ساعت و نهایتا در 13 جون. این برنامه ها رو من در بستر با آقای سوربی صحبت کردیم. اگر راجع به اون چه که من گفتم نقدی هست یا نظری وجود داره خوشحال میشم که دوستان ایمیل کنند یا ارتباطی برقرار بکنیم، حالا تلفنی با هم تبادل نظر بکنیم. خب برمیگردیم به هیستوری جنبش چپ. پس تا اینجا آقای سوربی برای شما روشن شد که جنبش چپ چی هست؟ بله. و رسیدیم به اونجایی که مارکس در باب مطرح کردن ماتریالیزم تاریخی باعث شد مارکسیزم به وجود بیاد و به دنبال اون انقلاب جنگ اول جهانی اتفاق افتاد، مارکسیسم لنینیست در شوروی به وجود اومد. یعنی همه این آقایون چپی تندرو دسته یک کعبه آمالی پیدا کردند و شدن مارکسیسم لنینیست. عده‌ایشون همچنان خودشون رو مارکسیست میدونستند، عده‌ایشون همچنان خودشون رو سوسیالیسم میدونستند و اعتقادی به اون مارکسیستان نداشتند و میگفتند ما فقط آرمان اقتصادی سوسیالیسم رو بهش اعتقاد داریم. چرا؟ برای اینکه مارکسیست لنینیستا بر اساس ماتریالیزم دیالکتیک طبیعتاً یک جهانبینی علمی رو مطرح کرده بودند و دیگه میتونستن یه آدم مذهبی هم نباشن، در حالی که یه سوسیالیست میتونه یه آدم مذهبی هم باشه، مثلا مسیحی باشه، مسلمون باشه و سوسیالیست باشه، ولی یه مارکسیست جهانبینی داره، معتقده که این جهان چجوری به وجود اومده، چجوری دچار تحول میشه و هیچ چیزی دندنافی از این جهان به آسمون وصل نیست، آفریدگاری در کار نیست. از فرق بین یه مارکسیست و یک سوسیالیست میتونه این باشه، یا یه مارکسیست لنینیست حتما جهانبینی مارکسیستی داره. عرض کنم به خدمتتون که باز میخوام، هنوز من نگفتم چرا فکر میکنم که مارکس ماتریالیزم تاریخیش که باعث همه این تحولات شد و به وجود اومدن مارکسیست شد چرا از اون ایراد میگیرم. ببینید، برگشتم به جامعه بردهداری و گفتم که انسان به عنوان یک کالا دست به دست می شده در جامعه بردهداری و ازش بهره برداری می شده توسط اونهایی که مالک بودند، قدرتی داشتند و تونستند که مثلا قبیله دیگر رو وقتی می گرفت، وقتی دست حمله می کرد و اونا رو شکست می داد، همه اعضای اون قبیله شکست خورده مثل یک کالا در اختیار قبیله فاتح بود. و سیستم بردهداری به دلیل اینکه انسان یواش یواش مالکیت رو تجربه میکرد، در واقع سیستم بردهداری بخشی از این مالکیت بوده. در اون سیستم، در مارکسیسم یک مسئله بسیار مهم به نام مناسبات تولیدی داریم. ببینید، وقت مناسبات تولیدی یعنی همه اون ابزار و امکاناتی که برای تولید و ایجاد ارزش افزوده وجود داره. در دورهای گذشته خب این مالکیت منحصر میشد به مالکیت روی حشم و دام و مالکیت روی انسان، ولی
با تغییر مناسبات تولیدی وقتی انسان در طیف گسترده کشاورزی رو تجربه میکنه، در واقع اونهایی که به اصطلاح اون مالکیت رو قبلی رو داشتند با توجه به تجربه کشاورزی و اینکه دیدن وا چه به اصطلاح ارزش افزوده فراوانی میتونن از زمین به وجود بیارن و فقط کافیه که این برده های خودشون رو از کارهای بیهوده و غیر سازنده تشویق کنن به سمت کشاورزی، ایجاد تولید محصول. در اینجا به نظر من اشتباه مارکس یا انحراف مارکس این بوده که فکر کرده که در اثر انقلاب مثلا بردهدارها سیستم بردهداری از بین رفته و بشریت متمایل شده به سمت فئودالیسم، در حالی که من اینطور فکر نمی کنم. من فکر می کنم این مصلحت اندیشی طبقه حاکم بوده که با توجه به مناسبات تولیدی جدید که به وجود اومده بوده، یعنی کشاورزی، خود به خود برده های خودشون رو به اصطلاح به نوع دیگری و با نام دیگری مورد بهره برداری قرار دادند و اون که به اصطلاح چیز بوده، کار کشاورزی بوده و اونها چیزی گفتید آقای سربی؟ نه من چیزی نگفتم، بفهم. پس تا اینجا من به این نتیجه میرسم که این مصلحت اندیشی طبقه حاکم بوده که باعث انقلاب اجتماعی شده و بردهداری رو تبدیل کرده به فئودالیسم، نه فشار طبقه برده. ما بزرگترین نمونه انقلاب برده ها رو یا فشار برده ها رو در داستان اسپارتاکوس داریم که میدونیم سرکوب میشه و به اصطلاح به نتیجه‌ای نمیرسه، بردهدارها نمیتونن نظر خودشون رو تحمیل کنند. ببینید هموطنهای عزیز، آقای سربی، این قانونمندی، این به اصطلاح جهانبینی بزرگی که در اثر کار بزرگ و عظیم متفکرهای اروپایی و در نهایت مارکس باعث میشه بشریت صاحب یه جهانبینی علمی بشه، خب یه تحول بزرگی که نسل‌های آینده هم ازش بهره برداری میکنند. تا به حال هم هر آنچه که گفته شده تایید شده، الان نزدیک 200 سال میگذره و پیشرفت‌های علمی نتونسته این جهانبینی رو زیر سوال ببره، در حالی که این جهانبینی باعث شده که حتی باورمندان به دین‌های ابراهیمی که رفتن به دانشگاه‌ها و درس خوندند عقب نشینی کردن در مقابل این جهانبینی. به امروز میگن آره، اگه شما میگید تحول، اگر شما میگید این جهان روند تکوینش اینطوری بوده، خب بله شما درست میگید، چون نمیتونن رد بکنن، ولی میگن این کار خدا کرد. یعنی تا اون مرحله نهایی هم عقب نشینی کردند این باورمندان به دینهای ابراهیمی مخصوصا و جهانبینی رو پذیرفتند، منتها نهایت میگن اون کار اولیه رو اون همون آفریدگار رو علقی کرده که ما معرفی شده در کتابای آسمانی ما. منظور اینه که این کار بزرگی بوده که بشریت رو نجات داده و به بشریت طرز تفکر درست رو به اصطلاح آموخته، و فقط اشکال کار اینجا بوده که مارکس میاد علاوه بر این کشف بزرگش و تحلیل با ارزشش راجع به سرمایه داری، میاد اون پیشبینی و اون تفکر خودش رو که به نام ماتریالیزم تاریخی مطرح میکنه و میگه آره اینجوری بردهداری، بردهدارها توسط برده ها از بین رفتن و فئودالیسم به وجود اومده، بعد فئودال ها به وسیله سرمایه دارها از بین رفتن و سرمایه داری به وجود اومده، فردا هم طبقه کارگر سرمایه داری را از بین خواهد برد و جامعه کمونیستی رو به وجود خواهد آورد. این غلط بوده، همونطور که عرض کردم به همون شکل که بردهدارها متمایل شدن به سمت زمینداری و امر کشاورزی،
سیاسی به همون دلیل هم فئودال ها در اثر به وجود اومدن به اصطلاح اون کانون های تولیدی و کارگاه های تولیدی که در جامعه به وجود می آمد در قرون وسطا، آرام آرام متمایل شدند در اثر تغییر مناسبات تولیدی به سمت شهرها، از زمین بسیاری از اونها گرایش پیدا کردن به سمت این کارگاه ها، سمت این شهرها، مراکز تولید شد می شد یواش یواش، و این در واقع گرایش طبقه حاکمه است، یا اونایی که از نظر مالی تسلط دارن در جامعه، گرایش اونهاست به سمت ساختارهای جدید. چرا؟ به دلیل اینکه مناسبات تولیدی اونا رو تشویق میکنه. پس این فشار طبقات محروم نیست که گرگونی ایجاد میکنه در دنیا، مؤثر هست. این فشار بخشی از این تحول رو بخش داره درش، ولی حرکت اصلی و دگرگونی اصلی به واسطه مصلحت اندیشی طبقه حاکمه، طبقه‌ای که بر اساس اون انگیزه های درونی انسان، حس تملک، طمع، اونه که کار میکنه در دنیا. بنابراین ما نتیجه‌گیری خودم رو دارم عرض میکنم، در اثر گفته های مارکس دو گروه بودند که برداشت درستی از افکار مارکس پیدا کردند. اینجا خیلی نکته مهمیه و نکته عطف صحبت های منه. پس دو گروه از افکار مارکس بهترین برداشت رو کردند و بهترین نتیجه گیری رو کردند. اولین گروه برخلاف تصور شنوندگان عزیز سرمایه دارها بود، از افکار مارکس و از این جهانبینی جدیدی که به وجود آمده بود بیشترین بهره برداری رو کردند و آینده رو دیدند. دومین گروه از بین همون چپی های اروپایی بودند که ما امروز بهشون میگیم سوسیال دموکرات ها، یعنی دو گروه، یعنی سرمایه دارها و سوسیال دموکرات های اروپایی بودند که بهترین منطقی ترین برداشت رو با توجه به دانش روزشون و به اصطلاح جنبش مارکسی موجود در اروپا به دست آوردند. و خیلی هم روشن هست که چرا من میگم این دو گروه بهترین تفهیم رو از گفته های مارکس کردند، به دلیل اینکه گروه اول فهمید که باید آینده رو ببینه، انعطاف لازم رو نشون بده و توجه کرد که این تضاد طبقاتی کار میکنه در درون جامعه و نباید به این تضاد دامن زده بشه، باید اسبابی را هم بیارند که انعطافی نشون بدن و کل جامعه رو ببینن. سوسیال دموکرات ها هم طبیعتا این اندیشه سوسیال دموکراسی هم اساس اندیشش این هست که بدون این نفی بکنه پدیده سرمایه داری رو، چون میدونه موتور محرکه جامعه پدیده مالکیته، اون چیزی که جامعه رو دچار تحول میکنه همون طمع انسانیه و جاه طلبی های انسانیه، در این حال که رو داره میبینه یه سوسیال دموکرات کار با ارزش و بزرگ خودش رو انجام میده برای اینکه اون جامعه رو تشویق بکنه، هدایت بکنه به سمت آرمانهای سوسیالیستی و در واقع اینکه سرمایه داری رو بدون اینکه بخواد هدفش رو این قرار بده که بعد من میخوام جامعه سرمایه داری رو از بین ببرم و نظم نوین به وجود بیارم، که این یه به اصطلاح چیز ابلهانه و ساده لوحی فکریه که مثلا احزاب کمونیست کارگری دارن یا مارکسیست لنینیستا دارن.
سوسیال دموکرات به نظر من سوسیال دموکراسی میوه اندیشه های به اصطلاح چپی و اندیشه های مارکس و آیند در اروپا ما نمونه به اصطلاح در یکی از برنامه ها عرض کردم در اروپا ما شاهد رشد سوسیال دموکراسی و همنشینی سوسیال دموکرات ها سرمایه داری اروپا هستیم و میبینیم که چه مدنیتی به وجود اومده و اینها در همنشینی با هم در الهام گرفتن از هم جامعه اروپایی رو نظم و به اصطلاح سامان دادن. پس تا اینجا من تلاش کردم که این رو عرض بکنم که کجای کار اشکال داشته و یه تصویری به دست بدم که ما بدون که از نظر ایزم‌های مختلف چه طیفی وجود داره و خوشحال می‌شدم البته که یه ایجاد امکان ارتباط مستقیم وجود داشت و با طرح سوال‌های مختلف ما این موضوع رو بیشتر و بیشتر می‌شکافتیم. خود من الان دو تا سوال برام پیش اومد، یکی این که شما تعریف میکنید که این سیاست به اصطلاح مارکسیست سوسیالیست توی اروپا داره کار میکنه و خوب هست و راضی، ولی خیلی ها باور دارن که اروپا داره ورشکست میشه و به زودی به اصطلاح مشکلاتشون اونجا بیشتر و بیشتر میشه. یکی دیگه این که شما تو صحبتاتون گفتید که هنوز هم بعد از 200 سال کسی پیدا نشده که بگه این روشی که اینها گفتن بد بوده یا روش بهتری، این رو درست فهمیدم؟ بله درسته، یعنی علمی هنوز که هنوزه ماتریالیسم دیالکتیک جهانبینی همه کسانیه که به اصطلاح نگاه علمی به دنیا دارن. خب چرا پس این جایی به صورت یه نوع حکومت انجام نمیشه یا نمونه؟ ببینید سوربی، شاید این مربوط بشه به همون سوال اولتون. ببینید در اروپا این رشد و این مدنیتی که به وجود اومده نتیجه این تعامل بوده گفتن من. حالا ممکنه که اروپا از نظر اقتصادی دچار دگرگونی به اصطلاح مشکلاتی هم بشه، ولی این به دلیل اون کار عظیمی که جامعه بشری رو به این تمدن رسونده نیست، ما نافی اون نیست. ممکنه امریکا اصلا باعث بشه که در آینده همه اقتصادها زیر مجموعه امریکا بشن. این مربوط میشه به این که کدوم کشور چه میزان از مناسبات تولیدی رو در اختیار داره و چه مقدار ارزش افزوده ایجاد میکنه و آقایی خودش رو میتونه به کرسی بنشونه. این ارتباطی به این قضیه نداره. این ما یه موقع هست در حوزه فکر و اندیشه هستیم، یه موقع هست که میریم به حوزه اقتصاد، حوزه نظامی غیره، اینا همه رو هم اثر متقابل دارن. پس بنابراین شکست مثلا یک پدیده از یک جهت به معنی شکست همه جانبه اون پدیده نیست. مهم اینه که این اندیشه، این جهانبینی امروز حتی خود شما آقای سوربی، خود شما در با وجود اینکه هنوز ممکنه حتی جهانبینی نداشته باشید، سرگردان باشید، شما این نوعی رو میگم، نه منم ندارم. بله بله، ما بسیاری الان بسیاری از تحصیل کرده ها هستن که هنوز گرفتار عقیده های مذهبی هستن، هنوز بند نافشون به آسمون وصله، نهایت اسم خودشون رو میذارن عارف، مثلا میگن ما رفتیم عرفان، یکی میره درویش میشه، یکی میره عارف میشه. همه اینا مالکشان جهانبینی مذهبی هستن آقای سعودی، و جهانبینی علمی هم مالکش های خودشو داره. گفتم انحراف هایی وجود داره در دنیا، یه عده دنبال انقلاب طبقه کارگرن، یه عده نظریه حکمتیزم دارن، یه عده ماویستن، یه عده دنبال فیدل کاسترو هن. اینا هم مالکش های مختلفی هستن، ولی لب مطلب و اساس مطلب در جنبش چپ جهانی به نظر من سوسیال دموکراسیه. سوسیال دموکراسی برداشت علمی از جنبش چپ در جهانه و همون چیزی که البته من نمیدونم آقای جناب سرهنگ عقیلی‌پور
می‌نویسن سوسیال دموکراسی نهادینه در ایران. می‌خوام بعد نیست به اون بپردازم که این جمله من نمی‌دونم منظور ایشون چیه، ولی من این جمله رو درستیش رو در دوران پهلوی‌ها جستجو می‌کنم. ما در دوران پهلوی‌ها بذارید به صحرای کربلا بزنم، در دوران پهلوی‌ها در کشورمون دو تا چیز داشتیم که این دو مرد بزرگ با سپر کردن سینه‌شون مردانه برای تثبیت این دو چیز قدم برداشتن. 200 سال دیگه شاید ملت ایران ارزش این کار بزرگ رو درک بکنند. من امروز انتظار ندارم بعضی از مالکش‌های چپ، بعضی از ملیون این چیزها رو بفهمن که این دو مرد بزرگ خواسته یا ناخواسته در چه مسیری قدم برداشتن و با چه شهامت و با چه از خودگذشتگی، اگرچه که از نظر دانش و آگاهی جزو الیت جامعه ایران هم شاید نبودند. شاید این انتقاد بر پهلوی ها وارد باشه که آدم های فکور آنچنانی هم نبودند، ولی این دو مرد شرف داشتند، میهن پرستی داشتند و این دو پدیده رو پیش بردند و مدیریت کردند در ایران. یک، سکولاریسم برای ایران، یعنی مانع شدند از اینکه قوانین مذهبی از سوی مجلس ما بیرون بیاد. فقط قوانین عرفی از مجالس ما بیرون اومد. با وجود مشکل بزرگی به نام قانون مشروطیت، قانون اساسی مشروطیت، که 5 تا عالم باید در مجلس فیلتر بکنند قوانین رو چنانچه با شعائر اسلامی و شیعه جور باشه این قوانین تصویب بشه، ولی این دو مرد مانع از این کار شدند، زدند تو سینه این آخوندها و اونها را از این عرصه بیرون روندند. علاوه بر این که اونها را از عرصه آموزش و پرورش و قضاوت بیرون کردند و نظام سکولار رو به مردم ایران هدیه کردند. دومین کار بزرگ و سترگی که این دو مرد بزرگ کردند زمینه سازی برای سوسیال دموکراسی در ایران بود. آقای سعیدی، من هر چی میخوام چیزی نگم، ولی چون خود شما دونم که دلتون پره بفرمایید. چون خود شما میگید زدید به صحرای کربلا، پس اجازه بدید خب منم اگه از شما از امام حسین میگید منم از یزید هم بگم. ببین عزیز دلم، شما میگی این دو مرد بزرگ آمدن و آخوندا رو بیرون زدن، کنار زدن. ببینید اینا اگه اون بزرگی که شما فکر میکنید بودن، اولین کاری که میکردن اگر شاه قانون مشروطه بودن باید اون قانون رو اجرا میکردن، اگر اون رو قبول نداشتن باید به کمک مردم، به کمک مجلس عوضش میکردن. دوست عزیز من، شیعه دین رسمی ایرانیان بوده، افراد دیگه از هیچ دینی نمیتونستن یه مقامهایی رو داشته باشن. نامه های شاه و ساواک هست که حتی بهاییان که اینقدر ملت میگن بابا بهایی ها نور چشمی بودن و پارتی داشتن و تمام شغلا جانب. ببینید شما که میگید به من تا بسم الله شو میخونم. بله. بنابراین اگر ارتباطاتمون طوری باشه که هم شما به من کمک کنید که تمرکز افکارم از بین نره و هم من در واقع فرمایشات شما رو به دقت گوش بدم، این کمک میکنه به رشد، به اصطلاح خوب اجرا شدن. کاملا قبول دارم. حالا چون شما گفتید دوستان هم شرکت کنن، این دوستمون روی فیسبوک برای شما نوشته دربار پهلوی امام جمعه داشت. بله بله، حالا اینو من باز میکنم. من حتی بیشتر از شما میتونم انتقاد بکنم از اون دوران، بیشتر از شما و بینندگان. خب من میدونم و اشکال ما هم همینه با دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن. میگم بابا ما تلویزیونایی که میچرخونیم 39 تا از این تلویزیونای 40 تایی داره خوبی های شاه رو میگه. آخه بی انصافا یکی بله بی... کمی هم از ایرادهای اون زمان هم دقیقا جناب سوزی، یک اشکالی که وجود داره این هستش که ما گفتم در یکی از برنامه ها عرض کردم که
چقدر ما به از اون دنیای متمدن اروپا فاصله میگیریم، آدمهایی رو میبینیم که شیفته نظرات خودشون شدند و فقط حرف خودشون رو میزنن، پرچم خودشون رو تو دست گرفتن، هیچ دوست ندارن نظرات مخالف رو گوش بدن. نه، من از اون تیپ آدم ها نیستم آقای سوربی، در برنامه‌های گذشته هم اینو ثابت کردم به شما. الانم در رابطه با سوال جناب عالی من این مطلب رو عرض بکنم، اگر به برنامه 4 به اصطلاح می که 10 دقیقه من اومدم مطلبی رو عرض کردم توجه کنن عزیزان، جواب این قضیه اونجا. حالا من یه پیشنهادی به شما میکنم آقای سعیدی، چون من قبلا از آقای پرچیزاده ایراد گرفتم، از دکتر حخاب که دکترم نبود ایراد گرفتم، به نظر من تو برنامه‌های تلویزیونیتون خیلی به برنامه‌های گذشته میتونید بگید دوستان برنامه رو ببینن اگه صحبتی بود، ولی ببینید الان کسی که مخصوصا این روزها تو این زندگی که ما داریم طرف الان اومده نشسته من گرفتم متوجه شدید چی میگم؟ مثل اینه که توی مهمونی یه نفر ماشینش خراب باشه، بگی شما یه مکانیک خوب میشناسی، شما بگید که من اون دفعه ماشینمو بردم اونجا، بگی خب کجاست، بگی حالا بعدن بیا تو بهت بگم، دیگه اصلا بعدن این ممکنه شما رو نبینه، همین الان بگید که فلان مکانیکی. بعد این دوست عزیز شما وقتی اینجوری صحبت میکنید و من اون موقع نمیتونم ساکت باشم، دلیلم همینه که اتفاقا ممکنه یه بیننده‌ای مخصوصا جوانها الان داشته باشن نگاه کنن و بعد بگه ای بابا این سوربی که دیروز اینو میگو عجب آدم بی‌انصافیه، این چیزایی که آقای سعیدی الان میگه، آقا این دوتا اصلا فرشته نابغه باسواد و دین خودشونو تو خونهشون، من برام مهم نیست که آقای رضا شاه سینه میزده دین داشته، دین داشته باشه، ولی ایشون دینشو تو خونه نگه نداشت، ایشون حتی بچهش یک اصلا بچهش پایه و اساس این آخوندا و رفاه بخشیدن به اینها و سربازی نرفتن و تو دفتر تو کاخ حتی خودشون. بله آقای جابی عزیز، بله. من قبول دارم اینا رو و الانم به اون اشاره میکنم. بله. اگه اجازه بدی. بله بفهم. یعنی میخوام بگم که این برنامه ها رو به صورت مقطعی انجام بدیم. بله. بله. اولا بله بله. اولا به نظر من این ارزشو داره که شنوندگان عزیز برای اینکه اصطلاح در جریان باشند، این ریفرنس هایی که من دادم، تاریخ هایی که گفتم رو برن گوش بدن، چون تو اونجا به سوالا جواب داده شده، ولی الان باز تکرار میکنم. ببینید من اول باید واقعبین ما باید باشیم. جامعه ایران به واسطه عقب افتادگی چند سده‌ای که داشته، اینقدر وضعش به اصطلاح چطور بگم که به کسی بر نخوره، در یک کلمه ما یه جامعه عقب افتاده هستیم آقای سوربی. در کشور ما اون زمانی که اروپا داشت، اروپایی ها داشتن کشتی هاشونو بادبان هاشو اضافه می کردن، حجم کشتی هاشونو بزرگ می کردن و می رفتن دنبال علوم مختلف، تحقیق، تفحص، این بر اون بر دنیا دنبال بازار میگشتن، ما داشتیم قطر فقه شیعه رو زیاد میکردیم، ما داشتیم کتاب های فقهی مینوشتیم. پس جامعه ما در یک اضمحلال و یک سقوط به اصطلاح بوده و همچنان هم بخش بزرگی از جامعه ایران گرفتار این به اصطلاح کمبود چیز فرهنگی هستند، باورهایی دارند و گرایش هایی. من نفی نمی کنم اینکه جامعه ایران یه جامعه که بخش بزرگیش این افکار رو دارند، ولی جامعه آینده ایران توسط اونا که قرار نیست ساخته بشه، که اون 80% که اینطوری هستن اصلا نقشی ندارن، اونا فقط و فقط وسیله هستند. اون 10-20% بالای جامعه که دارای افکاری هستن، اونا هستن که باید دست این 80% رو بگیرن، اونا رو از گذرگاه های تاریخی عبور بدن، بلکه در آینده یه چیزی دستشون بیاد تو دهنشون بذارن، چون این دنیا دنیای رقابت آقای سوربی عزیز، تمام دنیا هم مثل اژدها دهان باز کرده، هر جا ملت فقیر
چمدانی وجود داره اونا رو ببلن. بله ممنونم آقای سعیدی، ساعت 4 شد، من اصلا متوجه نشدم، صحبت خوبی بود، اجازه بدید ما اشتباهمون اول کار این بود که باید به دوستان میگفتیم اگه اونها هم میخوان میتونن از طریق تلفن، از طریق فیسبوک وارد بشن، این کار رو دفعه آینده انجام میدیم. از دوستانی که روی فیسبوک بودن نظر دادن، نظر نوشتن، ممنون و متشکرم. از آقای سعیدی بسیار ممنونم. آقای سعیدی مجبور هستم که با شما خداحافظی کنم تا برنامه آینده. جناب سعیدی، فقط تا جمعه دیگه در خدمتون هستم. این ایمیل رو هم شما لطفاً به دوستان بفرمایید که اگر چیزی دارن ایمیل کنن برای خود شما. برنامه رو که ببینی میبینید که زیر عکس شما iranian.tv24@gmail.com هم بود و هر 15 ثانیه‌ای عوض میشه. ولی من تصویر شما رو در تمام طول برنامه نداشتم و یه مشکلی در اصطلاحی. آره بذارید من همینجا به دوستان بگم، گاهی وقتی هم مخصوصاً ماها که از وبسایت‌های ایرانی بازدید می‌کنیم، این مودم و راوترمون یه خاموش روشن کنیم بد نیست. مرسی آقای سعیدی، باید بریم و ممنونم از اینکه با ما بودید. روز و روزگارتون خوش. دوستان عزیز، همینجا من هم با شما خداحافظی میکنم و میریم که برنامه های آقای حسن ارشاد جلسه 89 رو با هم ببینیم. خیلی ممنونم، متشکرم که تمام این دوستان راه ارتباط رو برای شما باز گذاشتن و شما میتونید باهاشون تماس بگیرید اگر اشکالی دارید. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.